با درود خدمت یکایک که شما بینندگان گرامی شبکه پارس، امروز روز پنجشنبه 18 خرداد ماه ایمان سلیمانی امیری در خدمت شما بزرگواران هست. در روزهای پنجشنبه با برنامه بازشناسی باورها در خدمت شما و مهمان خانه های شما هستم. امیدوارم مباحثی که مطرح میشه در این برنامه بتونه برای شما بزرگواران مفید واقع بشه. آنچه که در این برنامه محور بحث ما خواهد بود این است که وضعیت ما چرا این گونه است و چرا ما دوچار این مشکلات هستیم در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آنچه که امروز با آن دست به گریبان هستیم نیازمند یک بازشناسی است نسبت به باور. خب اندیشمندان متعددی در غرب پیرامون علل عقب ماندگی یا پیشرفت کشورها سخن مباحثی رو مطرح دیدگاه‌هایی رو به اشتراک گذاشتند و از دل این گفتمان یعنی نقد و بررسی توانستند راهکاری برای جامعه خودشون بپیچند. اینکه ما چرا نمیتوانیم یا نخواسته ایم خب علل متعددی داره، ولی نیاز هست امروز یک بازنگری و بازشناسی نسبت به باورهای خودمون داشته باشیم. به هر حال بر همه روشن پوشیده نیست که آنچه که ما در عرصه مختلف ملی، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه اخلاق، حقوق، سیاست انجام می‌دهیم چیزی نیست مگر منبعث از ساختارهای فکری ما، یعنی آنچه که باورهای ما رو سبب شده، اینکه با دیگران چگونه برخورد کنیم، مراودات خودمون رو چگونه سامان بدیم، در درون خانواده چگونه رفتار کنیم. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند باشد. بنابراین ضرورت بازشناسی باورها بسیار مهم. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی یا پیشرفت کشورها سخن گفتند، مطلب نوشتند. خب نظریات مختلفی هم صادر شد. از جمله اونها نظریه ای است که پایه خود رو بر اساس نژاد مطرح میکنه، اینکه گروهی انسانهایی به واسطه اینکه نژاد خاصی دارن میتوانن اسباب ترقی رو طی بکنن، به سمت مدرنیته و پیشرفت حرکت، روی گشاده تری دارن برای پیشرفت. و این نظریه خب با توجه به اینکه مسئله نژاد امروزه پایه علمی مشخصی نداره، به واسطه اختلاط نژادی عملا نمیتوانی بگوییم انسانهایی کاملا دستخوش حوادث نبودن، با ملل دیگر مرابطه نداشتن، در میان اونها نژادهای مختلفی، گروههای مختلفی به وجود نیامده و یک نژاد پاک و خالص و یک دست وجود داره که میتونه برای اونها یک ثباتی رو به همراه بیاره در علمشون. و ضمن اینکه کشورهایی رو هم میبینیم که بعضا از یک نژاد مثل کره شمالی و کره جنوبی، اما یک کشور دیگر وضعیت اسفناکی داره و کشور دیگری رو به سمت پیشرفت. بنابراین نظریه نژادی از همان ابتدا، هرچند در قرون 17 و 18 برجسته شد، اما پایه قابل دفاعی رو نداره. دیگر عللی که از عوامل توسعه یا پیشرفت کشورها و عقب ماندگی کشورهایی که منظور شد، مسئله موقعیت جغرافیایی بود. یعنی کشورهایی در یک منطقه جغرافیایی استعداد پرورش دادن نیروهایی که میتونه اونها کمک بکنه به سمت جلو حرکت کنن ندارن، یا به نوعی دستخوش حوادث طبیعی یا غیر طبیعی، یا به نوعی نوع منابعی هستند که باعث عقب ماندگی اونها شد. مثلا کشورهای خاورمیانه میدونه که منابع طبیعی خاصی دارن که نیاز به فکر کردن نداشته، از نفت یا گاز استفاده کردن و احساسی نکردن که بتوانن از علل دیگر مثل برنامه‌ریزی های مختلف بهره ببرن عقب. اما باز هم میبینیم در بسیاری از کشورها عوامل جغرافیایی تأثیر چندانی نداشته، هرچند جنگ ها، نزاع ها و بسیاری از امور دیگر
سبب عقب ماندگی برخی کشورها شده، اما دلیل اینکه بر همان منوال بمانند حتی دهه ها و صده ها پس از جنگ مسئله دیگر است. نظریه دیگری که مطرح است نظریه فرهنگی، اینکه کشورهایی از نظر فرهنگی به نحوی بار آمده اند یا عناصر فرهنگی خاصی در درون خودشون دارند که مانع از پیشرفت اونها میشه و در برابر پیشرفت مثل یک سد یا مانعی مقاومت. به نظر میرسه عوامل فرهنگی یکی از عوامل بسیار مهم هستند، یعنی باورها، سنتها، اسطوره‌ها و نوع نگرشی که من عرض خواهم کرد از کجاها نشأت میگیره سبب شده برخی کشورها روی گشاده‌تری داشته باشند نسبت به پذیرش عناصر مدرن مثل عقلانیت، آن هم به شکل خاص مثل تساهل، تسامح، صلح، رواداری و خیلی از امور دیگری که وجود اونها در ساختارهای فرهنگی که هم میتونه ساختارهای ذهنی باشه و هم از نظر ساختارهای ذهنی تبدیل بشه به ساختارهای نهادی سیستمی در درون یک کشور. مسئله فرهنگ مسئله بسیار مهمی است و خب عناصر قابل دفاع خیلی بیشتری نسبت به مسائل نژادی یا محیط‌های اجتماعی. دیگر فاکتوری که بسیاری برجسته کردن نظریه غفلت، یعنی کشورهایی که از برنامه ریزی های کشورهایی در حال توسعه یاد نگرفت، از اون برنامه ریزی ها عدول کردن، حتی اگر سازمان هایی بوده که سعی کرده این برنامه ریزی ها رو به اونها بده اونها نپذیرفتن، اون رو به عنوان یک توطئه یا هر چیز دیگری منظور کردن و در نتیجه غفلت کرد از راهی که دیگران رفتن و موفق شد و اونها سعی کردن از این دست برنامه ها استفاده نکنن. دیگر عواملی که تأثیر گذار هست محیط بین المللی است، یعنی شرایطی که به نحوی مسائل ریشه‌ای یک جامعه رو تعیین میکنه، به خصوص امروز که در واقع جهان تبدیل شده به یک دهکده. تصمیمات در یک کشور برای کشور ما بی سبب نیست، بی علت نیست. اینکه بسیاری از ما ایرانیان در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پای برنامه نشستیم، آن مناظره ها رو میدیدیم، برای اینکه احساس میکنیم هر کسی در امریکا بر سر کار بیاید لاجرم سیاست های اون میتونه بر روی ما تاثیر بگذاره و این بوده نیست که ما فکر کنیم خب یک حکومتی میتونه رئیس جمهور خودش رو تغییر بده، سیاست های خارجی خودش رو تغییر بده اما به ما آسیبی نخواهد رسید. بنابراین این در هم تنیدگی در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست به قدری اهمیت داره که اگر جوامع نتوانند اون مناسبات خودشون تنظیم کنند با اونچه که در جهان در حال رخ دادن عقب و در نتیجه اون قواعد بین المللی، آن ساختارهای اقتصادی و مناسبات خاص بین المللی چه بخواهیم چه نخواهیم بر اونها تاثیر خواهد گذاشت. خیلی از کشورها بودند که سعی کردن دروازه های خود رو بی توجه باشه نسبت به آنچه که در جهان میشه و بعد دیدیم که نتوانستن و احساس کردن آن چیزی که ما در مناسبات بین المللی اهمیت دارد و باید ما توجه قرار بگیره این است که به کشورهای دیگر به چه سمت سوی رفت. بنابراین مسئله‌ای که امروز برای ما اهمیت داره اینه که ما بدون آن ساختارهای فکری در این موقعیتی که الان هستیم نمی‌بودیم. یعنی اگر ساختارهای ما متفاوت، اندیشه های ما متفاوت، زمینه های ذهنی ما متفاوت بود هم انسان های دیگری بودیم و هم کشور دیگری. به همین دلیل بازشناسی بسیاری از باورهای ما در حوزه های مختلف مقدمی است برای رسیدن به کاروانی که امروزه در جهان متمدن، در جهان غرب با اون ارزش های نوین در حال طی تنیم است. در این برنامه ها سعی خواهیم کرد نسبت به بسیاری از اموری که مانع هستند برای اینکه چه ما انسان بهتری باشیم و چه جامعه ما جامعه بهتری مورد بازشناسی و بازبینی قرار بگیره و سعی بشه آن چیزی که جهان غرب یا جوامع متمدن بدان سمت رفتن رو هم به کار بگیره. قطعا در این راه عناصر متعددی وجود داره که مهمترین اون عقلانیت
یعنی این گونه نیست که در جهان غرب هر چی که هست مطلوب و نیکوست، نه، بسیاری از شاخصه های اون هم مناسب نیست و در جهان غرب هم شما مشکلات عدیده ای میبینید. مسئله دیگر این است که آیا هرچه در جهان غرب وجود دارد تا به اون نعل به نعل میتوان در جامعه خودمون اجرا کرد؟ به گمانم نه. گاهی نیاز هست شما بتوانید برخی از مفاهیم رو با فرهنگ خودتون به نحوی سازگار بکنید که بتونه به شما کمک بکنه در راه رسیدن به اون پیشرفت و توسعه. بنابراین عوامل متعددی دخیل هستند، ضمن اینکه مسائل در حوزه انسانی و اجتماعی مسائل بسیار پیچیده است. یعنی هیچگاه یک عامل مؤثر نیست، یک عامل تاثیرگذار نیست، یک عامل سبب پیشرفت نیست و یک عامل هم سبب بدبختی نیست. بنابراین باید با یک نگاهی کاملا کارشناسانه به این مسئله نگاه کرد. هرچند در حوزه علوم انسانی هر چقدر هم شما نظر بدید، باز هم ممکنه کارشناسان دیگری باشن، اولویت های اونها متفاوت باشه، نظرات اونها متفاوت باشه و خب در کنار هم در درون یک جامعه این تضارب آرا میتواند گفتمانی رو ایجاد بکنه که موجب تنویر افکار مردم و در نتیجه پیشرفت و توسعه بشه. آنچه که من به عنوان موانع پیشرفت ما در نظر دارم طبیعتاً بر سه محور قابل بحثه. یکی بحث عقلانیت، آن چیزی که انسان مدرن، انسان عصر روشنگری به آن رسید. یعنی برای هر باوری شما نیازمند یک دلیل هست، باید با استفاده از ادله و استدلال تعقل بکنید و تعقل به شما کمک میکنه که بتوانید بهترین ابزارها رو برای استفاده از بهترین اهداف به خدمت بود. گاهی احساسات و عواطف و بسیاری از مشکلات دیگر جایگزین عقلانیت میشه و ما یادمون میگه که عقلانیت رو به کار بگیم و فکر میکنیم یا با احساسات یا با مخالطات میتوانیم کار خودمون رو پیش ببریم و خب اینها مشکلات بزرگی است که در این سلسله برنامه ها خواهیم کرد. مورد دیگری که باز اهم مطالب امروز ماست بحث انسانیت که ذیل اون حقوق بشر معنا میشه، یعنی آن چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و بعضا هم نیامده اما مهم هست و ما باید این حق انسانی رو به رسمیت بشناسیم. بدون به رسمیت شناختن آن حق، همین مشکلاتی که امروز در درون ایران هست و در جاهای دیگر گریبانگیر ما خواهد و از آن مفری نخواهیم. مسئله حقوق بشر بدان اندازه اهمیت داره که بدون اون عملا جامعه‌ای رو در حال نزاع خواهیم، جامعه‌ای در حال جنگ خواهیم و فقط ترس هست که باعث میشه انسان‌ها به حقوق همدیگه تعرض نکنن. بنابراین بحث حقوق بشر مسئله بسیار مهمی است که زیر اون مواردی رو عرض خواهیم کرد. دیگر نکته‌ای که اهمیت داره برای ما بحث دموکراسی است، یعنی جایی که حاکمیت مردم متبلور میشه. حاکمیت مردم به این معنا که در امر تقنینی یعنی قانونگذاری خرد عقلای اون جامعه و نمایندگان اون جامعه مهم. مردم هستند که سعی میکنن نمایندگان خودش رو انتخاب بکنن که تمایلات اونها رو در مجلس تبدیل بکنه به قانون و اون قانون به این دلیل مشروعیت دارد که مطالبات خود مردم رو تبلور تجلی. مجریان اون قانون در دولت و در ارگانهای مختلف دولتی هم در همان دموکراسی منتخب مردم، کسانی که نظرات خودشون رو برنامه های خودشون رو به مردم ارائه می کنن و مردمی که با یک نگاه باز با آزادی عمل حاکمیت خودشون رو در جامعه شخصی تفویض که شما از جانب ما امور جامعه رو اداره بود. و قطعاً با توجه به اینکه قوه قانونگذاری هم به دست مردم بوده، آن شخص نماینده قوانین منبعث از اراده نمایندگان مردم رو اجرا می‌کرد، نه اینکه خودسرانه مثل یک دیکتاتور یا مستبد هرچه میلش میکشه در درون جامعه اجرایی. و قوه قضاییه به عنوان یک نهاد و یک سازمانی که
با اینکه انتخابی نیست، اما چون قوانین منبعث از مردم در دادگاه ها اجرا میکنه، باز هم داره مشروعیت مردم نیست. یعنی مردم احساس میکنن اگر کسی مرتکب جرمی شده بر اساس قانونی مجازات میشه که آن جامعه اون رو به عنوان جرم شناخته. مجازات او به همان اندازه است که مردم احساس میکنن به واسطه آن جنبه تأمینی و تربیتی و باز اجتماعی کردن شخص مجرم نخواست شد. این گونه نیست که یک مستبد یا دیکتاتور برای برخی جرائمی که بعضا هم جرم نیستن، مثل جرائم سیاسی که فقط در کشورهای توسعه نیافته عملا وجود داره و در کشورهای مدرن ما چون این جرائمی رو نمیتونیم ببینیم مگر در مورد مسائل بسیار خاص مثل جاسوسی یا اقدامات مربوط به امنیت ملی، شما نمیتوانید کسانی رو به صرف اینکه سخنی گفتن در نقد رئیس جمهور یا در نقد رهبر یا در نقد سازمانهای حکومتی به زندان بیاورید. بنابراین حاکمیت مردم در درون یک جامعه به واسطه دموکراسی محقق میشه و اشکال اجرای این دموکراسی هم متفاوته. از NGO ها بگیرید، جامعه مدنی بگیرید، احزاب بگیرید تا سازمانهای مختلفی که میتونن در این راه. بنابراین اهمیت مسائلی که طرح خواهد شد به جنبه‌های مختلفی از زندگی ما سرایت خواهد. اما ما چه موانعی داریم؟ باید گام به گام آغاز بکنیم و ببینیم این موانع کدام هستند. در جلسات آینده سعی می‌کنیم بسته به موضوعات مختلف وارد این برنامه‌ها بشیم، به شکل جزء به جزء و نگاه بکنیم که این موانع چه هستن و چگونه میشه اونها رو برداشت، چون هر مانعی با شرایط خاص خودش قابل کنار زدن است. یکی از مهمترین موانعی که ما با آن دست به گریبانی سنت است. خب کشوری با قدمت ایران، با قومیت‌های مختلف، یک تاریخی بسیار غنی از عناصر مختلف سنتی، طبیعتاً هم میتواند موجب پیشرفت باشه، موجب افتخار باشه و هم عناصری داشته باشه که ما باز اسراف بشه، مانع باشه برای اینکه ما بتوانیم عناصر جدیدی رو بپذیریم. چون اهمیت سنت به آن چیزی است که گذشتگان ما برای ما به یادگار گذاشت. حتی ما در اینجا بحث مقالطه توسل به سنت رو هم داریم که نزد ما بسیار برجسته است. ممکنه کشورهایی باشن سنت غنی نداشته باشن. شما اگر به ایالات متحده نگاه بکنی، خب کشوری است ساخته شده توسط مهاجران، مهاجرانی که از کشورهای دیگر آمد و خب خورده فرهنگهایی رو هم با خودشون آورد. اما کشور ایران به دلیل آن قدمتی که داشته و دارد، طبیعی است عناصر متعددی از ویژگیهای سنتی رو دارد که در طول زمان همیشه سعی شده از اونها حفاظت، حراست و پاسداری بشه. اهمیت سنت نزد ما بسیار برجسته است. مقالده توسل به سنت هم از همینجا رخ میده. یعنی جایی که اگر شما میخواید نکته جدیدی بیاوری، عده‌ای با شما مخالفت کنند. بگوین نه، این رسم و رسوم ما نیست. این سنت ما نیست. ما یک سنت قدمایی ده. باید به مفاخر پدران در امروز هم تأسی بکنیم. در درون این مقالطه توسل به سنت، سنت جای دلیل و خطرات اون بسیار زیاد. امروز ما اگر به دنبال عقلانیت هستیم، این عقلانیت در سنت ما کمرنگه، نه اینکه نبوده است اما کمرنگ. یا عقلانیتی بوده در درون دین معنا پیدا میکرد، یا در درون یک ساختارهای فرهنگی خاص خودش و اون عقلانیت مدرن یا عقلانیتی که از عصر روشنگری به خصوص به وجود آمد در درون سنت فکری ما کم. حتی آن جنبه های عرفانی داستان های ایرانی، هندی، مصری و جاهای دیگر هم که وارد فرهنگ ما شده به نوعی سبب تضعیف اون عقلانیت نو شده است. بنابراین زمانی که ما به دنبال سنت ها هستیم، باید بدانیم آیا برای پذیرش این سنت دلیلی هم داره. خب خیلی از مؤلفه های امروزی ما مؤلفه های مدرن. اگر ما به دنبال دموکراسی هستیم، آیا در سنت ما دموکراسی وجود داشته؟
و چرا امروز به دنبال دموکراسی میگه؟ به دلیل اینکه حکومت تک نفره، حکومت استبدادی، حکومت اولیگارشی برای امروز دیگه با دلیل قابل دفاع نیست. کشورهایی که از سنت استبدادی خودشون دست نکشیدن، کماکان رهبر به عنوان فره ایزدی دارای یک الوهیت خاص منظور شده و جامعه رو با افکار خودش، با اعمال خودش هدایت کرده، دیدیم رو به ادبار و اذلال. اگر ما امروز به دنبال حقوق بشر هستیم، آیا حقوق بشر در سنت ما وجود داشته؟ ممکنه ادعی اشاره کنن بله، در منشور کوروش. اما اگر نیک به همان منشور کوروش بنگریم، تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره بین آن منشور با اعلامیه جهانی حقوق بشر. بنابراین آن چیزی که امروز به عنوان حقوق بشر شناخته می شود در سنت ما یا وجود نداشت یا بسیار کمرنگ بوده. در بخشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ممکنه شما موارد مشابه پیدا کنید، اما در بسیاری از اون اصول این گونه نیست. آیا به صرف اینکه در سنت ما این گونه نبوده است باید مانعی باشیم برای پذیرش حقوق بشر، مانعی باشیم برای اقوام، مانعی باشیم برای ارزش‌های مدرن؟ امروز در درون جامعه ایران وقتی انقلاب زن، زندگی آزادی در جریان است، کدام یک از این مؤلفه ها در سنت وجود داشت؟ آیا زنان در سنت ما ارزش های زن مدرن رو دارن، ارزش های زن امروزین رو دارن؟ شما در سنت ما اگر نگاه بیاندازید میبینید نه، زن هیچگاه همسنگ با همپایه مرد نبود. شاید به واسطه تمایلات یک پادشاه یا یک اندیشمند زنان دارای برجستگی شد، اما آن اندیشه به شکل منفرد تبدیل به یک اعتقاد عمومی نشد، تبدیل به یک فرهنگ نشد. آن چیزی که امروز در جهان غرب وجود داره فرهنگ، فرهنگی که تمایزی میان جنسیت ها قائل نیست، هرچند ممکن ایراداتی وجود داشته باشه، اما این فرصت در جهان غرب وجود داره که افراد بتونن آرام آرام به همدیگه نزدیک بشن، موانع تمایز مثل جنسیت، مثل نژاد، مثل رنگ پوست همه رو کنار بذارن. اما هنوز در درون سنت فکری ما زنان جایگاهی دارن پستر از مردان، در بعضی از امور که اصلا قابل اعتنا نیست. انقلاب زن، زندگی آزادی نه در مفهوم زنش با آن سنت قابل دفاع است، نه در مفهوم زندگی و نه در مفهوم آزادی. پس اگر در خیابان‌ها شعار زن، زندگی، آزادی می‌دهیم، نوعی مقابله با موانعی است مثل سنت که اجازه نداد به زنان ها یک عنصر اجتماعی برابر باشه. و این سنت همیشه مقاومت تا بوده همین. این اصطلاحی است که کسانی که همیشه سنت رو برجسته می‌کنن به کار. البته آن بخش از سنت هم که قابل دفاع هست با ارائه دلیل خب امروز مطلوبه. بنابراین بازنگری نسبت به سنت به این معنا نیست که همه چیز سنت باید دور ریخت، به هیچ عنوان. به این معناست که سنت ها رو باید سنجید، اگر قابل همزیستی هستن با ارزش های امروزین اونها رو بپذیرید، و اگر قابل همزیستی نیستن، یک مانع ایجاد کردن در برابر ارزش های جدید، اون رو باید کنار بذاریم بدون تعارف. جهان غرب هم در اروپا، در امریکا یا در جای دیگر اگر به سنت های گذشتگان خودش پشت نمی کرد و سنت امروزین خودش رو نمی گذاشت، رو به سمت پیشرفت نمی رو. هنوز در دوران و قرون وسطای خودش. بنابراین سنت به شکل کلی یک مانعی است و عناصر متعددی از مشکلات عمده رو با خودش حمل می‌کنه که ما به مرور زمان اونها اشاره خواهیم کرد. یکی از موانع عمده سنت مانع شدن در برابر عقلانی، یعنی جایی که شما هر چقدر هم دلیل بیاوری آنقدر آن سنت گذشته اهمیت دارد که ما مجبور می‌شویم با احساسات، با عواطف مانع از شنیدن دلیل بشیم. نپذیر، بگیم درسته، دلیل شما درست، اما ما به اون سنت های پدران خود پشت و این خطاست. مشکل دوم نفی آزادی امروزی،
یعنی افرادی مثل من و شما مهمترین ویژگی ما آزادی است. یعنی آزاد هستیم زندگی خودمون رو با معیارهای امروزی بسنجیم. همان گونه که تمایل پدران ما برای ما که کودک بودیم هم اسباب پذیرش نبود. فرض کنید اونها برای ما انتخابی میکردن که این همسر مطلوب توست، اما ما میدیدیم نه، آن معیارهای پدر من برای انتخاب همسر برای من امروز برای من مفید نیست. فرزندان ما هم همین و این آزادی هر نسلی است که بتونه سنت های خودش رو بسازه، نگاه های خودش رو بسازه. تحمیل سنت گذشتگان به امروز نفی آزادی ماست. یعنی ما آزاد نیستیم که طرحی رو خودمون بیافکنیم که مطلوب ماست، باید در چنبری سنت و افکار گذشتگان خودمون زندگی بود. در دل اون جامعه‌ای که سنت‌ها برجسته است خلاقیت هست بینید. یعنی دیگه شما انگیزه پیدا می‌کنید برای اینکه یک جامعه جدید بسازید، یک طرح جدید بسازید. به دنبال این باشید که نوع نگاهتون به جامعه متفاوت باشه. وقتی دستورالعملی از طریق سنت به شما تحمیل شده، عملاً جایی شما نخواهید داشت که بتونید خلاق باشید. در جوامعی که سنت‌ها قطعاً خلاقیت معنا نداره. ما به نقش دین وقتی در سنت ها نگاه میکنیم میبینیم خلاقیت ها با نام بدعت شناخته شده. انسان ها حق ندارن در چارچوب غیر دینی به مسائل فکر. در درون سنت های خاص اجتماعی هم همین، شما از فرهنگ های متنوع چیزی یاد نمیگیرید، بلکه مجبور هستید سنت خودتون رو همیشه همراه داشته و سعی و تلاش هم نکنید برای اینکه بخواید اون رو تغییر. مؤلفه دیگری که در سنت ما مانعی است برای ساخت یک جامعه پیشرو، جمع‌گرایی است. یعنی فرد در درون جمع معنا پیدا کند، امت شدن، ملت شدن. بسیاری از اندیشه‌های غیر خلاق و غیر آزاد همیشه به جمع توجه، یعنی اگر تو فکر خاصی داری باید اون رو کنار بگذاری ببینی جریان رودخانه چه. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو به معنای یک مشکل بزرگ فرهنگی است. انسان‌های خلاق، انسان‌های پیشرو، اونهایی که تاثیرگذار بودن کسانی بودند که بر علیه آن سنت‌های همه پسند غیر مدلل قیام کرد، سخن هرچند ترد هم شدن، اما نسل‌های بعدی فهمیدن که سخن اونها درست. اگر نبودن این تک چهره ها در درون جامعه توفیق حاصل میشد. یک جامعه راکد جامعه است که خلاقیت، آزادی، عقلانیت در اون معنا نداره. همه چیز از قبل تعیین شده. سنت پادشاهان، سنت انبیا، سنت رؤسای ایل و عشایر به قدری قوی است شما نه ایجاد یک سنت جدید کنه. این جمع‌گرایی باعث شده که ما تنوع زندگی رو نفهمیم. اینکه هر انسانی اندیشه‌های خاصی داره، نوع سبک زندگیش متفاوته، تفکر خاص خودش رو هم داره و این فضا باید برای همه افکار و عقاید جا باز کنه. در درون جوامع غربی وجود احزاب مختلف، جوامع مدنی متعدد، انجیوهای مختلف سبب تحرک اجتماعی شد. یعنی اگر من ایمان سلیمان در یک حوزه دارای اندیشه هستم، میخوام اون رو پرورش بدم، وقتی فضای فراهم است، وقتی سنت های اون جامعه من رو ترد میکنه، نفی میکنه، خب اون استعداد رو در خودم حذف میکنه. اما وقتی فضا فراهم باشه جذب فضاها خواهد شد، جذب اون گروه ها خواهد شد. برآیند این معرفت باعث میشه که یک جامعه تنوعی از افکار رو ببینه، یک جامعه متکثر از
عقاید رو ببین، سبک های زندگی رو ببین. فقط نیندیشی که سبک زندگی من باید همون بوده باشد که پدرم، پدر بزرگم و اجدادم زندگی. یک دختر در درون خانواده به نحوی زندگی بکنه که مادر او، مادر بزرگی او و جدات اون زندگی. به رسمیت شناختن تنوع نیازمند این است که شما به افراد اهمیت دهید. در لیبرالیسم که زمینه است برای آنکه شما در جهان غرب این همه توسعه پیشرفت و تنوع و تکثر رو میبینید، این است که به فرد توجه بده، نه به جمع. هرچند فرد هم جمع رو میسازه، اما جمع به اون تنوعش زیبایی داده. جمع به این معنا نیست که تمایل عمومی باید بر همه افراد حکومت بکنه و اونها رو طرد نفی کنه. یک حقوقی هستن، یک آزادی هایی هستن، آزادی های مبنایی یک انسان هست. و شما حق ندارید اونها رو از اونها بر بگیرید. دیگر مشکلی که ما در سنت خودمان داریم، ما نیست به نام اقتدار. یعنی هر کسی زور بیشتری داشته، قدرت رو تصاحب کرد. هر کسی نگاهش اقتدار طلبانه بوده، به او لقب شایستگی و لیاقت و اینها داده. و این اقتدار طلبی به نحوی است که در کنار شخص مقتدر از جنبه منفی اون عرض میکنه، نه اینکه اقتدار چیز بدی باشه. اما وقتی تبدیل به خودکامگی میشه، وقتی تبدیل به تحمیل اون آرا و عقاید و عمل میشه، افراد دیگری هم پیرامون اقتدار طلب جمع میشن و سعی میکنن بر طبل اقتدار طلبی اون بپرن، چون نفعی هم از اون اقتدار. و این سبب شده که ما برای کسب اقتدار یا قدرت به سمت خشونت میریم، به سمت حذف دیگران میریم و برای حذف دیگران بسیاری از عناصر ضد فرهنگی، ضد ارزشی و غیر انسانی رو هم وارد کردیم، از مباهته و خوده و نیرنگ و دروغ و ترور و هر چیزی که بگید وارد شد. به دلیل اینکه احساس کردیم اقتدار به این معناست که یک شخص باید در مقامی بالاتر از دیگران قرار بگیره، چون وقتی در آن مقام قرار گرفت امنیت خود او هم تضمین، وگرنه اگر ما یکسان باشیم امنیت نخواهیم. برای امنیت نیاز از زور داشته باشید، قدرت داشته باشید و سعی بکنید پیرامون خودمون رو هم پر بکنید از کسانی که به این اقتدار پایبند. دیگر مشکلی که ما در نهادهای سنتیمون داریم، عدم نهادسازی است. یعنی جامعه همیشه کار خودش رو با دستورات یک نفر، با زور یک نفر، با مشورت یک گروه هست. و آن شخص هم هر گونه بوده عمل کرد. اگر پادشاه خوبی بود، خب خوشا به حال من. اما اگر جبار بود، مستبد بود، بدا به حال. تو نهادی وجود نداره که مشخص بکنه پادشاه، رهبر، خلیفه، امام یا هر کس دیگر چه اندازه باید در درون جامعه مطیع نظر مردم باشه. کارها چند اندازه باید طبق برنامه ریزی جلو. اینکه نظر یک نفر در مورد صلح و جنگ، در مورد اقتصاد، در مورد سیاست تأثیر گذار بوده، نتیجه شده همین ایرانی که امروز باید. در زمان رژیم گذشته هم همین مشکلات وجود داشت، امروز هم وجود داره. تصمیمات از سوی یک شخص گرفته میشه. این کار رو چه کسی کرد؟ شاه. این کار رو چه کسی کرد؟ رهبر. در هیچ کجا سخن از این نیست که مجلس این کار کرد، قوه قضاییه این کار کرد، هیئت دولت این کار کرد، چون کارها بر اساس سیستم نیست، نهادی نیست. فقط یک شخص هست که تصمیمات خودش رو در درون جامعه اجرایی کرد، حالا اگر مشاورینی هم داشته یا دیگران. نتیجه اون مشورت ها شده این کشوری که امروز با این همه مشکلات و مصائب دست بود. سنت های گذشته ما هیچ وقت به دنبال نهادسازی نبود،
چون نوعی تقسیم قدرت بود. یعنی پادشاه نمیتوانست قدرت خودش تقسیم کنه با مجلس، با هیئت وزرا. نمیتوانست احکام خودش رو به یک نهاد تخصصی مثل وزارت عدلیه، عدالتخانه یا قوه قضاییه. نه، اصلا مهم نبود. به همین دلیل تفکیک قوا معنی نداره. تفکیک قوا مستلزم اینه که شما بخشی از قدرت خودتون رو، بخشی از خرد خودتون رو به گروه‌های دیگه تفویض بکنید. مجلسی داشته باشید که اوغلا با تعداد 400 نفر 500 نفر بنشینن، در کارگروه‌ها، در کمیسیون‌های مختلف در مورد یک پدیده تصمیم بگیرن، پدیده‌ای که به جان مردم مربوط، به مال مردم مربوط، به عرض و آبروی مردم مربوط. اخیراً آماری داده شد که عدم ورود واکسن به ایران نزدیک به 50 تا 70 هزار نفر کشته بلاوجه گذاشت، در حالی که در کشور همسایه یعنی ترکیه این گونه نبود. ممنوعیت ورود واکسن رو چه کسی ایجاد کرد؟ شخصی به نام سید علی خامنه‌ای. چرا؟ به هیچ دلیل. از منظر اقتدار، از منظر قدرت، از منظر استبداد، دیکتاتوری. چون من تشخیص میدم که واکسن نیست. اما مهم نیست 50,000 نفر انسان بخواد. عدم واکسیناسیون فوت. جان مردم در درون این سنت فکری بی ارزشه. مال مردم بی ارزشه. به راحتی میشه دستور مصادره اموال این داد. طرح‌های عمرانی که با هزینه‌های زیاد انجام میشه، اما شخص مستبد یا اقتدار طلب یا کسی که به تنهایی تصمیم گرفته ممکنه بعدا متوجه بشه اشتباه کرده، اما دیگه دیره. در گذشته هم همین طرح‌های تصویب میشد، اجرا میشد، اما نتایجی نداشت یا به شکل بهتری میتونست اجرا بشه. امروزه عقلانیت مدرن یعنی نهادسازی، یعنی سیستم سازی. فرق جوامع سنتی با جوامع مدرن امروز همین، یعنی از یک حالت مکانیکی تبدیل بشن به یک جامعه ارگانیک. یک جامعه مکانیکی مثل یک جامعه روستایی است. کت خدایی ده همه چیز. هم قاضیه، هم نقش مجری مثل رئیس جمهور رو داره، هم نقش قانونگذار رو داره، سنت پدران خودش و دیگران رو اجرا می‌کنه. و مردم هم رعیتی هستن که باید گوش بدن به سخن کت خدا. حالا اگر کت خدا خوب بود، اگر بد بود، که با ده بغلی میتوانیم جنگ بکشیم، بمیریم. اما در جوامع ارگانیک وزارتخونه ها وجود دارن، سازمان ها وجود دارن. مستخدمین اون نهادها کسانی هستن که دانش آموختن. صلاحیت اونها در درون یک مجلس با پرسش و پاسخ، با سوابق علمی اونها، با سوابق عملی اونها نشان میشه. فقط در جوامع مثل ماست که نسبت نزدیک با مستبد یا دیکتاتور تعیین کننده است. اگر برادرزادی او باشی، خواهرزادی او باشی، به وزارت میرسی. در گذشته هم بوده، همین الان هست. برخی از جوامع مثل ایران امروز به شکل سوری، یعنی اسمی، شکلی، برخی از این سازمان ها و نهادها رو به ظاهر داد، مجلس داد، قوه قضاییه ده، قانون اساسی ده، ریاست جمهوری ده. اما آنچه که نداریم محتوای اصلی اون هاست. یعنی این نهادها در سیستم های مدرن ساخته شدن که یک کار ویژه ای رو انجام. اما در درون کشور ما این نهادها ساخته شدن فقط برای اینکه بگن ما داریم. اما اون کار ویژه ها رو هیچ کدام انجام نمیده. تصمیمات در مجلس گرفته نمیشه. طبق دستور مقامات بالاتر. رئیس جمهور بنابر همون چیزی که آقای خاتمی میگفت تدارکات چیست؟ در گذشته هم همین بوده. نخست وزیران بله قربان بودن. امروز رؤسای جمهور همین. وقتی سید محمد خاتمی با بیش از 20 میلیون رأی معتقد هست که رئیس جمهور در درون جمهوری اسلامی همانند یک تدارکات چیست؟ یعنی رهبر از ریاست جمهوری تدارکات چی؟
آیا این رئیس جمهور میتونه کارهای خودش رو داشته باشه؟ آیا هیئت وزرا، کابینه هایی که وجود داره، آن نقش تخصصی که در جهان غرب وجود داره رو انجام میدن؟ به هیچ عنوان. قوه قضاییه ای که اوامر رهبر و نهادهای امنیتی رو اجرا میکنه، آیا مأمن و مأوای کسانی است که بخوان برای دادخواهی به اونجا مراجعه کنن؟ آیا مرجع تظلم خواهی است؟ قانون اساسی شده سندی برای که یک رهبری بخواد منبیات خودش رو طبق اصول قانون اساسی برشان، چون مسئله حاکمیت قانون اهمیت داره، دیکتاتورها هم یاد گرفت. نمی آیند بگویند من خود سرانه حرف بزنم، نه، اول تمایل خودشون رو در قالب یک اصلی از قانون اساسی می گنجانند و بعد میگن آقا ما داریم قانون رو اجرا میکنیم، این قانونی بود که شما بهش رأی دادید، اما محتوای اون اصل قانون اساسی چیزی نیست جز همون اندیشه های دیکتاتور، همون تفکر دیکتاتور، تمایل او که بتوانند در افکار عمومی بگویند بله ما هم حاکمیت قانون، قانون اساسی، دهاتهای تشکیل شده توسط قانون اساسی. مشکل دیگر سنت چیزی است که تفکر گذشتگان رو به امروز سرایت می‌کند. این مشکل در ادیان هم وجود داره که من نام اون رو مشکل معرفتی انبیا گذاشتم، به این معنا که این پیامبران یا انبیا یا پادشاهان گذشته یا هر کسی که اتوریته بوده در آن زمان، یعنی امر و نهی او برای مردم لازم الاتباع، آنها کسانی بودند که معرفت و دانششون محدود به زمان خودشون و پیرامون خودشون. بسیاری از تعالیم انبیا برگرفته از همان دانش محدود اون است و این رو به راحتی از کتب اونها میشه فهمید. کسی در عربستان در محیط کوچکی زندگی کرد، در یک نظام قبایل، رئیس قبیله رو دیده، شیخ قبیله رو دیده، زن قبیله رو دیده، مناسبات اونها رو دیده، حالا اندکی هم دانش‌های پیرامونی کسب کرد، بعد میآید و این معرفت و دانش خودش رو در درون یک سندی به نام کتاب آسمانی میگنجان. یا حالا اگر بگوییم از باب یک مؤمن هم به داستان نگاه بکنی، آن خدایی هم که در آن کتاب قطعه بوده بشته کاملا تأثیر و تأثیرات محیطی رو آدم کتاب آفرین، یعنی فرض خدای اسلام به اندیشه های جهان دیگر توجهی نداشت. بسیاری از احکام اسلام به همین دلیل احکام امضایی هست، یعنی احکامی هست که در محیط وجود داشتن، شارع اسلامی اونها رو پذیرفته، احکام تأسیسی بسیار محدود هست، از چند مورد محدود تجاوز نمی کنه. خب این نشان میده که خدای مسلمانان همان محیط و فرهنگ عرب رو با آن نظام قبایلی و محدود به عنوان یک سند، به عنوان قانون اساسی مکتوب کرد و بعد هم اشاره میکنه که هیچ باطلی در این کتاب راه نداره، برای همه زمانها و مکتوب است. ذکر للعالمین، کافت للناس، برای همه مردم. خب این مشکل معرفتی بزرگ نیست. من ایمان سلیمانی امروز نمیتونم سخنی بگم و بعد بگم این برای همه زمانها و مکانها است، چون آیندگان به علومی دسترسی دارن که من ندارم. امروز به مسائل مستحدثه و حادثه جدیدی دست پیدا میکنن که من امروز از اونها اطلاع ندارم. به همین دلیل کتب آسمانی دیگر به کنار رفت، چون مبانی اندیشه های اونها بسیار محدود، بسیار محیطیه. و این در مورد همه کتاب هاست، در مورد همه قوانین. شما امروز با قوانین حمورابی نمیتونید جامعه داره، با ده فرمان موسی نمیتونید جامعه داره، با دستورات عیسی نمیتونید جامعه داره. جهان غرب هم دیدید اونها رو کنار گذاشت، چون مشکل معرفتی دارن، مشکل دانش دارن. و این مشکل معرفتی هم از سنت به ما رسیده. گذشتگان ما با اینکه دارای احترامند، اما مردانی هستند محصول دوران خودشون،
با آن دانش های محدود امروز علوم چند اندازه تخصصی شد؟ در گذشته این گونه نبود. یک اندیشمندی در همه حوزه صاحب نظر از ادبیات و اخلاق و فلسفه و علوم سیاسی و همه چی گرفته کتاب می نوشت. اما امروز دانش ها به قدری تخصصی شده که شما در علومی مثل پزشکی، در فلسفه، در اقتصاد، در سیاست نمی توانید حتی در یک حوزه هم صاحب تخصص کامل باشید. این به دلیل گستردگی معرفت، گستردگی دانش. و امروز ما به جانجا رسیدیم که بفهمیم سرنوشت هر گروهی در یک جامعه به دست خودش باید باشه، چون جامعه سیال حرکت میکنه، نقش ها متفاوت، ارزش ها متفاوت. نقش زنی که در قرآن آمده نقش زن فرمانبردار، صالحات و قانت. هرچه مرد به اون میگه، هرچه قانون اسلام به اون میگه باید بپذیر. این بر اساس معرفت آن زمان و این مشکل معرفتی در سنت وجود داره، در فرهنگ هم وجود داره که دین و سنت ها بخشی از اون فرهنگ هست. که در نوبت آینده من در مورد بحث دین سخنان زیادی خواهم که چه موانعی عمده‌ای رو ایجاد. بنابراین دستور بزرگان سنت های ما همین بوده، مگر ما شعرای ما با مفاهیم مدرن دست و پنجه نرم کردن؟ نه، نکات اخلاقی خوبی دارن. مگر سعدی نمادی است از شعرایی که در حوزه اخلاق خیلی نزن؟ اما خود او میگه تو زن راه بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین چو زن. یعنی اگر زن خواست بره در بازار، مرد خوب مردیست خوب رو کتک بزن نذاره بره، وگرنه بهتره که همون مرد خونه بشین. بله، این گذشتگان دارای نکات پندآموز بسیار خوب. اما اگر اندیشه های اون، استدلال اون برای امروز با دلایل و شواهد کافی حمایت نمیشه، قابل دفاع نیست، باید اونها رو کنار بذاره بدون تعصب. همان گونه که امروز ما سرنوشت کودک بیمار خودمون به دست طبیبان و نسخه های گذشتگان نمیدیم و سعی میکنیم با مدرنترین بیمارستان ها و پزشکان و تحقیق ها و آزمایشات روز کودکانمون رو درمان کنی، اجتماع ما نیاز به مفاهیم مدرن نداره، ارزش های مدرن نداره. بیماری امروز جامعه ما به همین دلیل که ما این بیماری ها رو با نسخه های گذشتگان خودمون یا درمان کردیم یا هنوز هم به دنبال درمانش هستیم، در حالی که بسیاری از اون نسخ یه کارایی نداره، بسیاری از اون داروها یه کارایی نداره. بنابراین مسئله بسیار مهم است که یکی از موانعی که امروز در حوزه عقلانیت، در حوزه دموکراسی، در حوزه سکولاریسم، در حوزه حقوق بشر با اون مواجه هستیم سنت های ما هست. دکارت با باید یک بار این باورهای سنتی خود مورد بازشناسی قرار بده. آن بخش هایی که مبتنی بر عقلانیت هم شواهد حمایت میکنه اونها رو عنوانی که هنوز هم قابل کارایی هستن به کار بگیریم، و آن بخش هایی که کارایی ندارن خب بذاریمشون کنار. جوامع دیگر هم همین کار. بنابراین طبیعی است که این مشکلات میتواند موانع بزرگی بر سر راه ما ایجاد. از دیگر موانع دین هست، شکاف هایی هست که ما در درون ایران با واجب هستیم، حکومت ها و ساختار ها و نهادهای حکومتی هست که باز هم موانعی هستند و همینطور ساختار های دین. به شکل سرفصل و تیتروا نکاتی رو عرض میکنم در جلسه آینده به مبحث دین که بسیار مفصل در هست هم خواهم پرداخت، عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ ما، و آرام آرام در طی جلسات هر کدام از این بخش ها رو باز خواهیم کرد، مورد بازنگری قرار خواهیم داد تا ببینیم چه بر سر جامعه آمده و چگونه بدین بعض گرفتار. در حال اینها ساختارهای فرهنگی انباشته شده هستند که مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما رو می‌سازند. اگر نتوانیم با او کنار بیاییم، با او مواجه بشویم، دچار همین مشکلات خواهیم. نباید به مثابه آن شخصی باشیم
که کلید خود در خانه گم کرده بود، اما در خیابان به دنبالش میگشت چون خیابان رو روشن تر بود. باید همان جایی که کلید خودمان رو گم کردیم به دنبال پیدا کردن کلید باشیم. سپاسگزارم از بزرگوارانی که این فضا رو فراهم کردن تا بتوانم در خدمت شما باشم. در آینده در جلسات کردم ادامه بند رو خواهیم داشت. بدرود. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. خواستم تشکر کنم از شما. اون جیول بیزی که ما اوردر کردیم هفته پیش رسید و ورکینگ ویری ویل. خواستم تشکر کنم از شما. به نام زن، زندگی، آزادی. یک شنبه 11 جون در کنار هم برای انعکاس فریاد آزادی خواهان ایرانی من ابی، لیلا فروهر، شاهین نجفی، مژگان شجریان، بابک امینی، 25 بند، سارا ناینی، عرفان، گروه تارانتیست و تمامی هنرمندان حاضر در این برنامه اجرای خود را به هممیهنان گرامی خود هدیه می‌کنم. تمامی درآمد حاصل از این برنامه به مبارزان آزادی خواهی که در جنبش زن، زندگی، آزادی مجروح شدند اهدا می شود. به امید دیدار یک شنبه 11 جون در یوتیوب تئاتر. برای تهیه بلیط به سایت ticketmaster.com مراجعه کنید. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31. از شبکه جهانی تلویزیون پارس. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را میتوانید از طریق تمامی پلتفرم های GLVs در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLVs برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLVs، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت GLVs به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن GLVs تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است.
شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن GLVs برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glvs.com دیدن کنید. خط تماس با تلفن‌های منزل و موبایل در تمامی شهرهای ایران می توانید از اپلیکیشن ریل تاک استفاده کنید. اکنون در تمام دنیا ریل تاک جایگزین کارت‌های تلفن سابق شده، تنها راه ارتباطی مطمئن با ایران می باشد. برای این منظور ابتدا اپلیکیشن ریل تاک را از اپ استور خود پیدا کرده و نصب کنید. با انتخاب این گزینه در قسمت پلنز، گزینه پی از یوتاک پاپاپ را انتخاب کرده و مقدار مورد نظر خود را خرید کنید. باید در نظر داشته باشید که تنها راه خرید شارژ در تلفن‌های iOS پرداخت از طریق اپل پی می باشد. مطمئن شوید که کارت اعتباری موجود در اپل پی شما معتبر است. اگر هم تلفن اندروید استفاده می کنید، قبل از خرید حساب پیپل خود را تشکیل دهید، چرا که پیپل تنها راه خرید شارژ می باشد. مانده اعتبار شما همواره در بالای صفحه مشخص خواهد بود. شما می توانید قبل از تماس نرخ مکالمات را در قسمت رید چکر ببینید. در ضمن زمان امکان مکالمه با توجه به موجودی اعتبار شما در اینجا دیده می شود. اکنون با استفاده از صفحه شماره گیری پس از وارد کردن کد کشور و شهر مورد نظرتان شماره تلفن دلخواهتان را بگیرید. ریل تاک ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه ارتباط با عزیزانتان. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنید. آگهی خود را به GLVs بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.